این اسمش چیه؟ ایلا. چهار ساله. بعد ایلا ما یه مشکلاتی البته داره دیگه، حالا واردش نمیخوایم بشیم. خدمت رو عرض که قبلا که مرغ میخورد چه مشکلاتی بیشتر داشت؟ خارش داشت. خارش. اسهال. مرغ و برنج البته. خب. اسهال داشت و وزنش هم خیلی پایین بود. چند کیلو بود؟ 19 کیلو، همین 19 کیلو 20 کیلو بود دیگه. الان چنده؟ الان 25 و 700. الان کمرش هم کمتر درد میکنه. خیلی کمتر درد میکنه. آه، چون این دفعه نگرفت ما رو، نمیخواست بگیره. من دست زدم رو کمرش ولی نگرفت. به صورتش هم دست زدی. آره. بعد خدمت رو عرض شود که غذا چی میخوره الان؟ به توصیه ما البته، ولی خب چی میخوره؟ الان هر چیزی شما میخوریم ایشون هم میخوره. خب مثلا قرمه سبزی، کشک بادام جون. خب این قرمه سبزیتون شوره؟ نه، بدون هیچ گونه ادویه‌ای. ترشی هم هست؟ خیلی ترشی یا کم ترشه؟ نه، لیمو توش هست ولی نه اونجوری مشکلی نداره. خب بالا میاره؟ اصلا. من یادم الا رو خیلی بهش قرص معده میدادم اون موقع. دوست الا یه سال و 8 ماه، 2 سال روی فاموتیدین بود. آفرین. الان دیگه الان نمیخوره. قابل توجه اونایی که میگن مدلای ما من دکتر مشیری غلطه، چون استخونم دارم بهش میدم. آره دیگه استخونم با هم شروع کردیم دیگه. خب استخونم دارم میدم الان بالا میاره. الان خودم ترش میکنم. ترش نمیکنه ولی اون موقع یادته چقدر ترش میکرد. با اینکه کلوچه هم میخوره، والا همه چی میخوره. کلوچه مشکلی نداره. بستنی هم میخوره. بستنی چی؟ بستنی قیفی از بیرون میخرمش. وانیلیه. آره وانیلی میخوره. قیمه خورده؟ قیمه میخوره، زرشکولو میخوره ولی زرش نمیتونم بدم. اسهال میشه. اسهال میشه. خب همین این میشه نمیشه غذا دادن آگاهانه. یعنی تو بهت گفتیم که آقا اگه چیزی اسهالش میکنه بالا میاره یا ترش میکنه اینا رو قطع کن. کلم بروکلی مثلا جوشای ریز میزنه زیر. آه کلم بروکلی ریز. خب دیگه ببین پس حساسیت کلم بروکلی که دیگه همه دارن به سگا میدن ولی تو الان میدی جوش میزنه. ولی با قرمه سبزی جوش نمیزنه. کدو سبز میخوره اسهال میشه. اسهال خونی هم میشه. ولی کدو حلوایی میخوره. اوکیه. آره. خب دیگه چی؟ بعد رو برنج ولی اسهال میشه، خوب نیست. برنج بهش قهوه چی؟ برنج سبوسدار. آره. اون طالبش ندادم ولی سیب زمینی بهش میدم با سفیده تخم خیلی خوب میخوره. خب دیگه. آره. ولی کلا از اون موقع که جیره غذایی شد، پس میتونی بگی که تنوع غذایی باعث شد که گوارشش خیلی بهتر شد و استخون. و شما الان که اینو اون اولا میخندیدی چون استخون رو دیدیم که اون مسئله پوستش حل شد، ولی الان میتونی بگی که با توجه به وضعیت گوارشی سر حال بودنش و اون مسئله خارشاش، آیا میتونی بگی که غذای سگ واقعا گوشت یا استخونه؟ شما حالا کاری ندارم، مصاحبه هم داریم. آره. نه شما نمیگیرم. شما یه بار به من گفتی آخرین جیره آخرین آپدیت غذای سگا توی طبیعت استخونه. ما گفتیم نه بابا اینجوری نیست، ولی واقعا همینه. استخون میخورن خیلی سالمتر و به نظر خلق و خوشون هم عوض میشه. شما کسی بود 4 سال به اله دست نمیزدی ولی امروز دست زدی. دیدی من اینکه کمرشو بهتر کرده. تمام اینا که کمر درد دارن، لگن درد دارن، دیسپلازی لگن دارن به خاطر اینکه استخون نمیخورن. و به هر حال طبیعتشه دیگه. طبیعت سگ نون خشکه، تو دهات میدن اینجا میدن، چه فرقی وجود داره؟ غذا خوشگونه که اصلا به درد نمیخوره. الان فیلم برداشتم سگو پانکراتیت کردن فلان کردن. تنوع غذایی به نظرم واقعا تنوع غذایی خدا پدر مادر ان شاء الله همیشه الا سلامت باشه. بعد زخمش هم رفته دعوا کرده.